خاک بر سرم. چی نبود تله خانم، یه موش بود. آی قلبم ریخت. تله خانم یه موش بود، ترسیدی؟ پس توقع داشتی تو اتاق تو چی پیدا بشه؟ گنج قارون؟ آی خدا مرگم بده. چی شد؟ اونجا رو همیه تو داشتم. تو همیشه نقشه میکشی. امروز کتو سوزوندی، یه روزم خونه رو آتیش میزنی که از چنگم در بری. تقصیر این دل صاب مردمه که جزرم چیزی توش نیست. میتونم همین الان برم کلانتری آجام بیارم جلو پلاس تو بریزم بیرون. خیال کردی میتونی منو گول بزنی؟ پسرم داغ تو جیگرم آتیش زده. کی میتونه جای تو رو تو دل من بگیره؟ پشو بیا این کتو بپوش ببینم. بپوش. درست اندازته، دیگه چه بهانه‌ای داری؟ طلایی خانم، شما به من اتاق دادین، غذا من میدین، حالا این کتو. چرا میخندی؟ هیچی، مگه خنده خرج داره؟ خب تو هم بخند. آخه من خندم نمیاد. خب قلقله که دیدم، بیا بخند بخند بخند. تله خانم، تله خانم، بخند دیگه. چشم تو وقتی میخوابه دیگه آفتاب میمیره، آسمون ستاره هاشو میاد از ما میگیره. چشم تو وقتی میخوابه دیگه آفتاب میمیره، آسمون ستاره هاشو میاد از ما میگیره. چی میشه بیا با یک شب تا سهر بیدار بمون، بذار آفتاب تو دل سیاه شب جون بگیره. بره ها
دیگه اون وقت دل ما پیش همه رسوا میشه. چیکار میکنی؟ بازم که زده به سرت یه هم مثل دیوونه ها میشی. بیا اینم کتت. این دفعه یه نفر دیگر جای من استخدام کردن، لابد اون خودشون بوده دیگه. با این حرفا نمیتونی سر من کلا بذاری. مگه کار تو اون کافه چشه؟ من میرم ولایت خودم. مطمئن باش اولین پولی که گیر بیارم برات میفرستم. امیدوارم این مستاجر خوبم گیر شما بیاد. خوبه خوبه، تو نمیخواد قصه منو بخوری. فکر خودت باش، این بچه بازیارم بذار کنار. زندگی پایین و بالا زیاد داره، آدم نباید زود ناامید بشه. زندگی من مثل این ساعتیون، هیچ وقت از جای خودش تکون نمیخوره. حالا که هفته یه شب کار کازینو ادارت نمیکنه، خب تو خونه نقاشی کن. مگه کار نقاشی چشه؟ امروز یه مشتری اومده بود اینجا، این نقاشی رو پسندید. منم گفتم 150 تومن، 50 تومن بیانه داد، گفت بقیه‌ش هم باشه فردا میاره. آخه تابلوهای من که اینقدر ارزش خب نداره. خب سلیقه ها فرق میکنه، بی خودی هم قصه کارو نخور. چرا همین کارتو ادامه نمیدی؟ تو بکش، من برات میفروشم. اما اگه بخوای برام کلک جور کنی و یواشکی چمدونتو ببندی و بزنی به چاک، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. دخترهای شرقی قشنگ شد. ببینم تو این از کجا پیدا کردی؟ راستی این چادر مال کیه؟ مال اقدسه، تو ماشین من جا مونده. نگاه کن مثل دخترهای دم بخ به من. پسر مگه کوری؟ ماشین به این گندگی رو نمیبینی؟ همچین؟ بابا دست خوش، ماشین تو گشتی سر پیچ، حالا تازه طلب کنم هستی؟ اون چی شد؟ هیچی خورد زمین. بسا ببینم. اون چی بر چی بر بچه حالیه؟ چی هست؟ بگیرش نکنی بر بگیره. عجب روی دارن ها. رو خودت داری چه ریخت و گیافه مسخره ای. دو چرخم ببین چرا اینجوری شده. حالا جواب خانم تلهه رو من چی بدم؟ سپایامو نگاه کن، مذبشو خسارت از یکی یکیتون میگیرم. آره باشی. ای
چجوری بهت نگاه میکنه، انگار گلوش پیشت گیر کرده. الانه درستش میکنم. نگاه کن چی برمی شرقم آوردن. آقا اگه میخوای خسارت بگیری، اقدس تو خونه یه میلیونر خدمتکاره. دختر اربابش به نقاشی خیلی علاقه داره. میتونه صورتشو بکشی و پول خوبی ازش بگیری. آخه من تا الان صورت نکشیدم. خب میکشی، یاد میگیری. راست میگی دیگه. تو چی میگی؟ چی داره بگه؟ یه کلفت که عقلش به اینجور کارا نمیرسه. اقدس نکبت، خب بهش بگو دیگه. آخه من چی بگم؟ آره آقا اگه بیای خونه ما و نقاشی خانمو بکشی، پول خوبی گیرت میاد. حالا که اصرار داریم باش. میام. راستی ببینم آدرسش چیه؟ آدرسش خیابون توسی شماره 35. شماره 35. خیلی خوب شد. آره. یادت نره حتما بیاد. شو گاوت زایده، اون پسر نقاش است. بیا. چی؟ ای وای، خدا مرگم بده. اقدس برو ردش کن. هیچ فکر نمی کردم موضوع رو جدی بگیره. بذار بیاد بالا، یکمی سر به سرش بذاریم بخندیم. آخ طفلی، دلم به حالش میسوزه. خانم این چه کاریه؟ یکمی فکر کنی. این دیگه به تو مربوط نیست. دیروز دار و ندار این پسر رو له و لورده کردم. حالا میخوام کمکش کنم. بیا این 500 تومن رو بگیر نگهدار، وقتی نقاشیش تموم شد بهش بده. چادرت هم بده من، چون من دیروز خودم رو جای تو معرفی کردم. حالا باید خودم رو جای اقدس بهش جا بزنم. نه رفتم. بچه پاشیم بریم بهش بخندیم، تماشا کنیم ببینیم چه خبره. شیلا جدن که کلفتی بهت میاد. جدی؟ خیلی هم میاد. سلام، بالاخره اومدی؟ همونطور که قول داده بودم. خب بیا تو، میخوام با خانم آشنات کنم. آخه تو این فکرم که خیتی بالا نیرم، من تا حالا صورت نکشیدم. خب نترس، میکشی و یاد میگیری. بیا تو، بیا. ببین اما یادت باشه از 500 تومن کمتر نگیری. 500 تومن؟ خارم جون، این همون نقاشیه که صحبتشو میکردم. سلام آقا. خب من حاضرم. Mm-hmm.
ده اگه شما بخواین اینقدر تکون بخورین که من نمیتونم کارام بکنم. ای وای نه 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 اعصاب خانم من خرابه و الا هیچ منظوری نداره. خانم نکنه منو دست انداختین. آه حاصلم سر رفت. من از خیر این کار گذشتم، هزار جور کار دارم بابا. بیا اینم مزدش بهش بده. داره بد اخلاقیه. شما چجوری برای اون کار میکنین؟ مجبورم، پدرم از بچگی از دست دادم، یه مادرم دارم که مریضه، هر چی در میارم پول دوا و دکتر میدم. خدا حفظش کنه. میگم حالا که تا اینجا اومدی میخوای صورت منو بکش؟ واسه تو که فرقی نمیکنه، تو پولتو میگیری ها؟ اتفاقا اینطور بهتره، صورتتو خیلی قشنگتر از خانم شیلا. پس من حاضرم. منم حاضرم، الان یه صورتی ازت بکشم که خودت حس کنی. میتونی بیایی ببینی. وای جدن عالی. اگه یه کمی تمرین کنم بهتر اینا میکشن. آره صبر کن. بیا اینم مزدش. این چقدر؟ 500 تومن. 500 تومن؟ آره کمته. از سرم هم زیادتره. تا حالا تو عمرم این همه پول نداشتم، تو داشتی ها؟ ها؟ نه. چون تو این کارو برام پیدا کردی، بیا مال تو. نه نه نه، این پول مال خودته. نه، تو بیشتر من احتیاج داری. نه من نه. مگه نگفتی مادرت مریضه؟ ها چرا؟ خواهش میکنم، ببین، دلمو نشکن. من تا خانم طلایار دارم هیچ غمی ندارم. خواهش میکنم بگی. بهم قرض میدی؟ نه، همینجوری میدم. تو دیوونه ای. آره راستش من دیوونه. حالا که اصرار داری برات به امانت نگم. ده بگیر دیگه. خب من دیگه باید برم، خداحافظ. میگم ها، من تو خونم نقاشی میکنم، بعضی کارام بعد از آب در نیمده، مخصوصا منظره هایی که میکشم. خانم طلایی خیلی خوشحال میشه اگه شما رو ببینه. اگه بخوای یه روز جمعه میبرم پیشش. خانم طلایی دیگه کی؟ صاف خونمه. اون زن خیلی خوبیه، مثل یه مادر میمونه. نه نه ممکن نیست، آخه میدونی ارباب بهم اجازه نمیده روزای جمعه پام از خونه بیرون بذارم. خب وقتی میخوای بری بیمارستان مادرتو ببینی میتونی یه سری هم به ما بزنی. سعی میکنم اما قول نمیدم. خب دیگه من باید برم، خداحافظ. اینو وقتی تکمیلش کردم براتون میاد. باشه. شمشم خیلی خوشحالی. آره خانم طلایی، هیچ وقت تو عمرم اینقدر خوشحال نبودم. تا حالا این همه پول یه جا تو عمرم نایده بودم، واسه یه تابلو 500 تومن گرفتم. 500 تومن واسه یه نقاشی؟ حالا میخوای منو گول بزنی؟ امروز دیگه چه کلک جور کردی؟ نقاشیات که اینقدر نمیارزه. ببینم نکنه رفتی دوزی؟ نه به خدا راست میگم، ای باور نمیکنی بیا ببرم توش اقدس. اقدس؟ اقدس دیگه کیه؟ یه فرشته است. یالا یالا پولا رد کن بیا، تو به من خیلی بدهکاری. باشه.
آخه پیش من نیست، پیش اقدسه. که اینطور، هنوز هیچی نشده واسه خودت رفیق پیدا کردی، هول هولکی بردی پولا رو خرجش کردی. آره آخه اون مادرش مریضه، اگه شما یه موقعی مریض میشدین و کسی رو نداشتین اون وقت چی کار میکردین؟ خفه شو، جلو دهنتو بگیر، من بمیرم. نه نه خدا نکنه شما بمیری، من کی گفتم شما بمیری؟ من گفتم اگه خدا نکنه شما مریض میشدین و کسی رو نداشتین اون وقت چی کار میکردین؟ خیلی خب الان خدمتت میرسم. حالا کجا داری میری؟ کجا دارم میرم؟ میرم کلانتری آجام بیارم تا جلو پلاستو بریزه بیرون، تا تو باشی دیگه به من کلک نزنی. آهان، میرزا قشمشم. بله گشنت نیست؟ نه گشنم نیست. مردم دست این پسر. امشب دیگه نمیخوام زحمتتون بدم، میخوام برم یکم هوا خوری. خب معلومه بایدم بری، ببینم مگه طرف چی داره. دوتا چش داره مثل چشای آهو. دهن چی؟ قنچه‌ای؟ قلوه‌ای؟ یا گاله؟ نه همون که اول گفتی، قنچه‌ای. بیا بیا نگاه قنچه قنچه رو ببینمش. نه بابا نگاهش کن چه قنچه. نه بدک نیست، خودش خیلی از این قشنگ تره. این چیه اینجا افتاده؟ تو که میگفتی یه پاپاسی نداری، میگفتی همه پولا رو دادی دختره خرج دوا و دکتر مادرش بکنه، پس اینو از کجا آوردی؟ باز به من کلک زدی؟ به ارواح خاک پدرم من نمیدونم این پول از کجا آمده. ای حق باز، پس من حواسم پرته، کورم. آره وای وای وای، مثل کلم پیچ میمونه، اگه ننم اینجا بود دو بمبه میزده تو سرم. کاش خدا بیامرز پدرم زنده بود و میدید ما چه دورانی را میگذرونیم. ببینم راستی مگه تو پدرم داشتی؟ ها دیه پذیر بوته عمل آمدم. قصه پدرتو نخور، قصه بوته رو میگه. دوره اونا خیلی بهتر از دوره ما بود. این که نشد زندگی، دود ماشین، ترافیک، جنگ اعصاب، امشب فردا شب همش یکیه. بگو زمین خوری. بگو چه که صفته بخور هرکی مفده. چرا اینقدر چرن میگین؟ برای شب کسل کننده ای میشه این چیزا دیگه، منو حال نمیاره. من میگم چطور فرد شب یه دونه از اون زنده هاشو گیر بیاریم؟ چه فرق میکنه، همشون یه قماشن. من تلایوش دوست دارم. مال کدوم دیاره؟ به شرطی که رنگش طبیعی باشه. آخه خانوما خیلی رنگ عوض میشه. جرات داری اینو جلو زنت بگو. الله اکبر. بالاخره این کارمون با خانم طلا به کجا کشی؟ اینطور که معلومه باید انقدر صبر کنیم تا اون بمیره. از کجا معلوم که ما زودتر از اون نمیریم؟ من نمیفهمم، شرکتی که نمه سهام دارای قلدر داره نمیتونه از عهده یه پیرزن پیزاری بر بیاد. تو پیشنهاد بهتری داری؟ دکتر جون چطوره بگی بچه ها جلو پلاسشون رو بریزن بیرون؟ جواب قانون ها چجوری بدین؟ ده 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 تو راجب قانون چه میفهمی؟ یه مقنی اومده خودشو با شیلا پیلا قاطی ما کرده، حالا صحبت از قانون میکنه. حرف دهانت بفهم. حالا خدمتت میمیسم. من سهمم تو این شرکت از تو کمپانی دماغ. آقایون بایدم باشه، اون دوز و کلکی که تو تو کار زمین داری دفت همه از پشت بسته. حق تو میذارم کمه. آقایون اجازه بدین، این حرفا برای فاتی تنبول نمیشه، یه فکر اساسی باید کرد. من میگم شب جامعه دکتر رو بفرستیم کازینو، چون اون پسره پپه که با طلای زندگی میکنه شبای جامعه اونجا کار میکنه و از کارش هم خوشش نمیاد. باید قارش بزنیم و تو شرکت یه کاری بهش بدیم، شاید به وسیله اون بشه طلای رو راضی کرد. ها چطوره موافقین؟ هر کاری میکنین بکنین، ولی زودتر، چون شنیدم دولت درباره زمین ها داره تصمیم های خطرناکی میگیره. We'll be right back.
حالا باشیم یه دوزاری به من بده واسه تلفن. یه دونه دیگه هم برمیدارم واسه اینکه اگه تلفن دوزاری میخورد. گرگ بوری مگوری تو چه نازی. ای کم السلام. به 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 چه جوانی، چه قد و هیکلی. آفر آفر. ببخش، معذرت. اونجاست اونجاست قربان. چی اونجاست؟ چی گفته؟ من چیزی نبودم. اونجاست خودم میره. خودم میره. چیه؟ علیکم السلام. نه سلام میکنه. چی ما حرفی نداریم. بفرمی عباس. چیه؟ هیچی. آها خیال نکنی آمم مستم. قربان بالاخره پیداتون کردم. کیف بدون جا گشته بودی. چرا واسه خودت بر نداشتی؟ میدونی تو این کیف چقدر پوله؟ راستش نشمردمش من. میدونین خب هرچی باشه مال خودتونه دیگه، به من چه. باری کلا تو پسر خوب و درستگاری هستی، باید انعام بهت بدم. بیا آخه من که کاری نکردم که. چند وقته که اینجا کار؟ دو سه هفته میشه قربان. بله. از کارت راضی هستی؟ راستش نه. خوشم نمیاد. خیلی خوب. بیا این کارت منو بگی. فردا بیا شرکت تا یه کار خوبی بهت بدم. ببینم سواد مواد داری یا بی‌سوادی؟ بله، تا کلاس ششم خوندم. خطم خوبه، نقاشی من خوبه. خوبه. آقای چیه؟ چیه؟ هیچی. صبح بخیر قربان. هیچ میدونی چه دست گلی به آب دادی؟ مگه چیکار کردم؟ با این کارت لگد زدی به وقت خودت. چرا؟ هر وقت یه موافق میاد تو همه باید از جاشون بلند شن. اون وقت تو مثل کدو تنبل سر جاد نشستی، از جاد تکون نخوردی. آخه من مشغول کارم بودم. اگه قرار باشه هر دفعه که یه موافق میاد و میره بلند شیم و بشینیم، پس کارا رو کی بکنیم؟ دیگه نمیدونم، بهتره مواظب خودت باشی. خیلی خوب باشه. بله قربان، امر بفرمی. اطاعت قربان هسته. بفرما، گاوه زایده. رئیس تو رو میخواد. متشکرم.
سلام علیکم. سلام به روی ما. سلام سلام. عجب جوان شیکی. خب بگو ببینم احمد، از کارت راضی هستی یا نه؟ بله قربان، اینجا همه با هم مهربونن. برای اینکه خودت پسر خیلی خوبی هستی. خواهش میکنم. شنفتم کارتو خوب انجام میدی. اختیار دارین، بالاخره باز کارا انجام بشه دیگه. هر وقت کارت گله و شکایتی داشتی بیمیشی خودم. من یه مدت که ایجا بمونی حقوقت هم زیاد میشه. زیادی از خودتونه. رسیال طلای قنم زدنه، شنفتم خیلی دوست داره. ای همچین احمد، میخواستم ازت خواهش بکنم از طرف ما با خانم طلایه صحبت بکنی. والا چند فرض کنم، ایشون خونهشون رو نمیفروشن. حالا چه عجله یه، تن حسله داری ها، وقت زیاده. برو داداش، برو به کارت برس، برو جونم. با اجازه، قربانشون. سلامت، بزی برم بابا. سلام طلای خانم. به به، پوز عالی و جیب خالی. اختیار داری، این چه حرفیه طلای خانم، هیچ هم خالی نیست. میدونین امروز حقوق گرفتم. پس مبارکه، حتما باید جشن بگیرم. منم همین عقیده رو دارم. یالا یالا رد کن بیا، چون کلی بهم بدهکاری. فردا میری و همه رو خرج اون تحفه نطنز میکنی. رد کن بیا، رد کن. باشه بفرمایید، همش مال شما. نه احمد جون، شوخی میکنم، من احتیاجی ندارم، برای خودت میگردار. دیدی گفتم به خدا ایمان داشته باش. میخوام شب ببرمتون بیرون. کجا میخوای منو ببری؟ زیارت؟ آقای آقا خاک به سرم، یواشتر، اینقدر داد نزن. آخر عمری ببین منو کجا آوردی، آبروم رفت. کاش قلم پا میشکست و اینجا نمی اومدم. اگه یکی از شما منو ببینه دیگه نمیتونم پامو از خونه بذارم بیرون. خانم طلایه، شما مدت هاست که زحمت منو میکشی، هیچ وقتم پاتون از خونه بیرون نذاشتی. چیکار کنم خودم؟ آهای ببینم آمدم آمدم. بله بفرمایید. بیا اینو بگیر، همه شستم و غذا بیار. بده شما چی کار میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ آقا جون بل. برامون غذای ساده بیار، اونم به اندازه دو نفر، هر چی که دلت بخواد. چشم خانم چشم. پولاتو همینجوری خرج میکنی؟ آره؟ آخه وقتی که من بچه بودم مادرم بود، از اون وقت حالا هیچ وقت اونقدر پول نداشتم که یه شکم سیر غذا بخورم. پس تو باید یه زنی بگیری که آشپزی خوب بلد باشه. پیداش کردم. چیه؟ تو اونو پیدا کردی یا اون تو رو پیدا کرد؟ هر دو اونم دیگر رو پیدا کردی. یه تصادف بود. مردشور ابروهاتو ببره. کاشم شد اینجا بود. چرا معطلی مادر؟ یه روز برش دار بیار خونه. تو همین فکرم بودم. نه من نمیام. بیا بیا. آخه اینجا کجاست؟ نه ترس، بیا. خانم طلایه اگه تو رو ببینه اینقدر خوشحال میشه. وای نه من روم نمیشه بیام. بیا خجالت نکش، تعریفی تو رو اینقدر براش کردم، بیا تو. بیا. سلام. سلام. معرفی میکنم، اقدس خانم. ایشون هم طلایه خانم که تعریفشون رو براتون کردم. خوشبختم. نمیدونی با چه مصیبتی اقدس خانم راضی کردم بیاد اینجا. آخه دختر اربابش خیلی بد اخلاقه. پدر اقدس فوت کرده، مادرش هم مریض بیمارستانه. او مجبور شبان روز کار کنه که خرج مادرش رو در بیاره. مگه خودش لاله؟ گفتی پدرش چی کاره است؟ الان که گفتم فوت کرده. پسر بذار خودش حرف بزنه، مگه زبون نداره؟ شغلش چی بود؟
والا راستش شغلش چی بود؟ شغلش دباغ بود. دباغ دیگه چی؟ خب معلومه دیگه، تاجر پوست خره. راست میگی، این که خجالت نداره، اتفاقا تاجرا به خدا نزدیکترن. آره چه جورم، من تا حالا تو عمرم یه تاجر ندیدم که به خدا نزدیک نباشه. آشپزی که بلدی؟ خب معلومه بها. خیلی خب، بیا ببینم امتحانش که ضرری نداره. خب این گوی و این میدون چی بلدی ببزن؟ همه چی؟ تو خفه خون بگیر، انقدر بلبل زبونی نکن. والا نیمرو، فقط نیمرو. اتفاقا من نیمرو خیلی دوست دارم، دلم میخواد صبح و زورش همهش نیمرو بخورم. ای بیچاره نیمرو خور، بر پدر خاطر خواهی لعنت. بفرما، چراغم روشن کردم، برو ببینم چه جوری نیمرو درست میکنه. ولی نگام نکن اینا، حواسم پرت میشه. بابا خوبه. وای وای، خاک بر سرم، چه بدبختی، دست ننت درد نکنه. این توفه را کجا آوردی؟ تقصیر اون که نبود، تقصیر تخم مرغ هاست. آره تو بمیری، دختره به این گندگی خجالت هم نمیکشه. خانم تله، شما بهش فرصت بده، اون یاد میگیره. دیگه چی؟ تا گوساله بیاد گاو بشه، دل صاحبش آب میشه. چه حرفا؟ نگاه کن. ناراحت نشو عقدس جان، خانم تله منظوری نداره، اون زن خیلی خوشقلبی، اون با منم همیشه با گوشه و کنایه حرف میزنه، صبح تا شب به من میپره. خودت که میدونی خانم ها که به این سن و سال میرسن قربارو میشن، پیری و هزار عیب. چشمم روشن، حالا دیگه من پیر شدم، آقا وکیل منم شده. گوش بده، حالا موقعشه که حقیقتو بدونی. خدای چجوری بهش بگم، اصلا برش کن. اقدس ببین چی میگم. اقدس چرا عزا گرفتی؟ مگه من بهش چی گفتم؟ خانم کرد، اون دختر خیلی حساسیه، شما نباید باش این رفتاره میکنه. افاده ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق، مثل که از خورتوم فیل افتاده. اینقدر بهش رو نده، بله نسبت تو مردی، یکم خود تو واسهش بگی. دختره مرزه یه نیم رو درست کردن رو نداشت، وقت نازم میکنه. خدا بدون آدم چه چیزا میده.
سلام. من فقط اومده بودم جشن تولدتون رو تبریک بگم. احمد منو ببخش، من نمیخواستم اینطور پیش بیاد، میخواستم در یه فرصت مناسب. اون کیه اونجا؟ احمد تویی؟ بالاخره اومدی، چرا اینقدر دیر کردی پسر؟ شیدا، احمد تو شرکت خودمون کار میکنه، تو میشناسیش؟ بله، ایشون منو خیلی خوب میشناسه. قرار عروسیشو با اقدس خودم رو برا کنم، بالاخره هممون عضو یه خانواده میشیم. خیلی جالبه، اینطور نیست شیلا؟ نمیرخصین شما؟ من همین اصلاحی بر میکردم. چرا؟ شیلا، حالا موقعشه که ککتو ببری. احمد جان کجا دارین میرن؟ جشن تازه شروع شده این. راستش خانم طلایه رو تنها گذاشتم اومدم، اون حالش زیاد خوب نیست، مجبورم برگرد. تو نباس انقدر قصه خانم طلایه رو بخوری، یه کمی هم به فرد خودت بند. درسته، اما اون جز من تو این دنیا هیچ کسو نداره. عجیبه. آره، این دوتا بدون اجازه همدیگه آب نمیخورن. پسر خوب، تو قرار بود با این خانم طلایه قضیه خونه رو فیصله بدهین، پس چی شد شیطان؟ میدونی احمد، ما به خاطر تو که به شش فشار نمیاریم، وگرنه تا حالا 50% ساختمان بالا رفته بود. والا خانم طلایه به هیچ قیمت حاضر نیست خونه‌شو بفروشه. اگه تو بخواید میتونین قانعش کنین، اون به حرف تو گوش میدهین. عوضش تو شرکت خودمون بهت سم میدیم. ما نگران آینده تو هستیم. آینده من؟ مرگ عزیزه. آخه اینم آدم مردشتی آورد اینجا. بچه ها اینطور نمیشه، باید یه فکر اساسی کرد، باید تا دیر نشده کلک طلایه رو بکنم. اما چجوری؟ اونش با من. ببخشین که بی موقع مزاحم شدم، اما میخواستم احمد رو ببینم. حالا چرا وایسادی تو بارون؟ بیا تو جونم. بیا تو ببینم. تو همین دختری چند روز پیش نیستی که احمد آورده بود خونه؟ بله. خیلی عوض شدی، نشناختمت. پس چادرت کو؟ بریم تو، هوا سرده، سرما میخوری. آخه
احمد امشب دیر میاد خونه، رفته جشن تولد دختر اربابش. طوری شده؟ نه طوری که نشده، یه موضوع خصوصی. چجوری بگم؟ خواهش میکنم وقتی احمد اومد بگین من اومده بودم ازش عذر بخوام. عذر؟ آره، بهش بگین من خودم دوباره میام همه چیزو براش توضیح میدم. خب دیگه طلایی خانم، من میترسم شما اینجا سرما بخورین، تو رو خدا برید تو. قربون شما. آخه خدا حافظ. قربون خدا نگهدار. برای سومین بار تکرار می نمایم، آیا حاضرید به عقد ازدواج آقای احمد آقا درایی؟ بله. ایوا چرا بله نمیگی؟ احمد چرا اینجا نشستی؟ یه ساعتی تو این بارون دنبالت می گردم. شو بریم تو. طلایی خانم من نمیام، میخوام تنها باشم. شما برین خونه. اگه تو نیایی منم همینجا میمونم. خانم طلایی خواهش میکنم. احمد جون خواهش بی خواهش، یالا بلند شو بریم خونه. سینه پلو اون وقت درد سرش مال منه. بلند شو. کاشکی تا وقت رفتن آدم خواب بمونه، چشماش هیچی نبینه، هرگز هیچ ندونه، از هر چی که هست بیزار میشه. Thank you.
میشینه پشت پنجره ها. وقتی چشما میبینه مرگ خاطره ها. وقتی که آدم بیدار میشه اینا همه دارو نداره منه. من دیگه به اونا احتیاجی ندارم. من تو این خونه زیادی بودم. میرم کشتر من خلاص بشی. احمد پسرم، تو هیچ وقت تو این خونه زیادی نبودی. دلخوشی من بعد از مرگ پسرم فقط توی. هر وقت تو خوشحالی منم خوشحالم. میخوای دل منو بشکنی برو. پولم هم مال خودت، صبر کن. من اینا رو به اسم مردم ازت خریدم، شاید خودت بتونی اینا رو بفروشی. خانم تنه، لازم نبود به خاطر من این کارو بکنی. یه مادر به خاطر پسرش همه کار میکنه، حتی چی شد؟ مثل که حالت خوب نیست، تبم داری؟ اگه تو بمونی حالم خوب میشه، مطمئنم خوب میشه. بیا میشه میمونی. خیلی خوب، دیگه از پیشت نمیرم. احمد قول میدی؟ آره قول میدی. منم میگم افکرین اینجا نشستم. میرم همین کارا رو میکنن که دولت رو زمین ها مالیات میبنده. زمین های کرج تفکیک شده آماده فروشه. بهتر آگهش رو بدهیم به روزنامه. راستی ببینم اون زمین ها رو متری چند؟ متری ده تومان. من میگم چطور از متری 300 تومان شروع کنیم به فروش تا بازارش گرم بشه؟ موافقین؟ متر 300 تومن؟ ما دیوانه شدی دکتر؟ الان یه وجب زمین به اندازه یه شمش طلا قیمت داره. اگه زیاد لفتش بده میخوره تو سر زمینه. جول این هو جنجال روزنامه چیارا نخور آمیز دماغ.
دوست ما دیگه وضع عادی میشه. ما هر وقت میشینیم که تصمیم بگیریم به هیچ جا نمیرسیم. دکتر اگه خیلی ناراحته این سهمتون ازتون میخرم تا برگردین سر کار اولتون تبابت. آره اگه تو این هفت سال با ما نیومده بودی شریک بشی میتونستی از کار تبابت این همه پول به دست بیاره. دکتر وجدانش ناراحته والله پول بدش نمیاد. منتظر شما نمیخواستم مزاحمتون بشم ولی ناچار شدم. اون شب اومدم منزلت که جریانو بهت بگم اما تو نبودی. خانم طلایی خودش میدونه. مهم نیست. احمد تو چیت شدی؟ طلایی خانم حالش خیلی بده. هرچی بهش گفتم بذار برم برای دکتر بیارم نذاشت. بارون اون شب باعث شد میترسم خدایی نکرده. ناراحت نباش من هر کمکی از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم. یه دقیقه صبر کن من الان برمیگردم. ببینم حقیقتو به طلایی خانم گفتی؟ هنوز نه. من الان میام. چند سال دیگه باید صبر کنیم تا اون زنی که بمیره تا از دستش راحت شی؟ کیه داره میره بالا؟ شیلا تو هستی؟ بله عمو جون منم. واسه کی بود زنگ درو میزد؟ احمد میگه طلایی خانم خیلی حالش بده. میخواستم برم اونو ببینم. چطور؟ بری اونو ببینی؟ تو اونو از کجا میشناسی؟ داستانش مفصله. بعدم براتون میگم. شنیدین چی گفت؟ طلایی مریضه. باید از این فرصت استفاده کرد. ای دکتر داره میاد. کلی تا این کار دست اونه. از قرار معلوم بیچاره طلایه مریضه و خیلی داره رنج میبره. دکتر باید یه لطفی در حقش بکنه از درد زندگی نجات. یعنی به فرصتشون دنیا. آخه این دنیا چه نفعی به حال اون بیچاره داره؟ شنیدم آرزوش اینه که بره پیش پسر ناکامش و این آرزو رو فقط دکتر میتونه برآورده کنه. درزم دکترم به آرزوش میرسه چون از وقتی تابلوشو به جرم نداشتن تصدیق دکتری کشیدن پایین هیچ دوای تجویز نکرده و هیچ مریضی رو نکشته. حالا که بازخواد نشون بده و باید تیر دانشون بزنه. هر کسی تا نشان چون اون وقت باون چند سفته های دوزنه ایزا نمیذاری. دکترم احتیاجی نیست. فهمی؟ بله متشکرم عمو جون. مسکنه برای سرماخوردگی خوبه. تبتونم قطع میکنه. باید روزی سه تا از این قرصا بخوری. متشکرم که اومدی. من مجبور شدم احمدو وادار کنم بیاد دنبالت. اون به تو خیلی علاقه داره. الان تبتون میاد پایین. ایشالله حالتون زود زود خوب میشه. آخی من روز اول رفتارم با تو خوب نبود. راستش هیچ فکر نمیکردم تو اینقدر دختر خوشقلب و مهربونی باشی. چیه طلای خانم؟ چی شد؟ طلای خانم چی؟ یه دفعه دلم سوخت. این بار منو انداختن تو تنور. حتما از تبمه. بهتره یه کمی بخوابی. آره بهتره.
شاید بخوابم و دیگه اصلا بیدار نشم. شما نباید اینقدر بیتابی کنید. بخوابید طلایی خانم، آدم که با یه سرماخوردگی طوری نمیشه. اگه حالتون خیلی بده من برم براتون دکتر بیارم. نه دکتر، نه دکتر رو که میبینم یاد پسرم میفتم. همین قرصا خوبه. من دیگه میخوابم. منو ببخش احمد، فکر نمی کردم یه شوخی کوچیک برات این همه گرفتاری درست کنی. من تصمیمامو گرفتم. به محض اینکه حال خانم طلایی خوب بشه برمیگردم ولایت خودم. اونجا دیگه کسی با من از این شوخی ها نمی کنه. میری پیش پدر مادرت؟ نه، من کسی رو ندارم. اما بهتره برم. احمد تو اینجا باید بمونی. ما به تو عادت کردیم. تازه طلایی خانم خیلی به تو احتیاج داره. فایدهش چی؟ آدم تو این شهر باید دلش به چیزی خوش باشه. بهتره برگردم ولایت خودم. آدم باید به خاطر یه چیزی زندگی کنه. نه، خیلی چیزای دیگه هم تو این دنیا هست که آدم به خاطرشون زنده است. من تو این دنیا هیچی ندارم. فقط یه رویا داشتم که اونم از دست دادم. تو طلایی خانومو داری. تو نباید ناامید بشی. حتی اگه لازم باشه که دیگه هیچ وقت منو نبینی. من میدونم که بین ما فرق زیادیه. ببین، بین دو نفر همیشه دوستی پیش میاد. تو نباید انتظار دیگه ای از این دوستی داشته باشی. خب دیگه دیره، من باید برم. فقط ببین، ازت خواهش میکنم اگه احتیاجی به کمک من داشتی فوری خبرم کن. باشه، خداحافظ. دارم یه فیلم جالب تماشا میکنم. شاش کیا هستم؟ الیزابت تایلر و مونتگومری کلیف. این زنه هنوزم تو فیلم ها داره بازی میکنه؟ البته، ولی یکی از فیلم های قدیم میشه. اسم فیلم چیه؟ مکانی در آفتاب. اوه، چه اسم با مسمایی. داستانش چیه؟ راجع به یه جوون فقیره که با یه خانواده اشرافی نسبت داره و بعد عاشق دخترموش میشه. واقعا این نوع فیلم ها مسخره است. آخه کجای دنیا دیگه عشق و فقر با هم جور در میاد؟ وقتی کسی پول نداره شکمشو سیر کنه چطور میتونه عاشق بشه؟ پس جوانای امروزی چی که از خونه و زندگی میبرن و از شهری به شهری میرن ولی که نه پول دارن و نه وسیله؟ اونا خونه و زندگی ندارن. سی هم بهره مند بشن و چیزایی رو تجربه کنن که قبلا نکردن. مثلا چی؟ حشیش؟ عشقبازی های نامشروع؟ نه خیر، اینطور نیست. هوای زندگی اونا مسمومه. اختلاف پدر و مادر، زندگی ماشینی و هزار گرفتاری دیگه که باعث میشه اونا رو از خونه و زندگیشون فراری بده. تو تقصیر رو به گردن پدر و مادران ننداز. جوانای امروزی دیوونه. نه، اونا محتاج محبتن، محتاج دوستی. براشون فرقی نمیکنه چه نوع محبتی. خیلی فلسفه بافی میکنی. تا به حال تو رو اینطور ندیده بودم. آره، تا به حال منو افسرده ندیده بودی. ولی زندگی منو راضی نمیکنه، آزارم میده. احساس میکنم نه آرزویی دارم نه هدفی. من واقعا از خودم و از زندگی رنج میبرم. همه چی برام بیتفاوته. کلوب، گردش، رقص، هیچی نمیتونه باعث دلخوشی من بشه. میفهمی؟ این حرفا رو من باید بزنم که یه پام لب گوره؟ این همون احساسیه که تمام عمرم داشتم. الان که پا به سن گذاشتم میفهمم که از زندگی هیچی نفهمیدم. پس هممون داریم توی یه گرداب غوطه میخوریم. نه، تو جوونی،
تو نباید مثل ما فکر کنی. تو نباید به این زودی ها از همه چی رو گردون بشی. هر چی بخوای برات فراهمه. مشکل همینه. میخوام یه جایی برم که محتاج باشم. احتیاج وادارم کنه یه کاری بر خودم دست و پا کنم. اینقدر خودمو خسته کنم که شبا بدون قرص خواب بخوابم. شاید به این نحو چیزایی با ارزشتری تو زندگی پیدا کنم که الان ندارم. من میدونم تو دنبال چی میگردی. دوستی و محبت. همون چیزی که هممون دنبالشیم. از وقتی که پدر و مادرت در اون تصادف جان سپردن، سرپرستی تو به عهده من بود. منم اون چی که تا حالا از دستم برمی اومده برات انجام دادم. تو دیگه چه انتظاری داری؟ من دیگه هیچی نمیخوام. فقط میخوام رو پای خودم وایسم. میخوام آزاد باشم. آی حالتو خوبه؟ احمد برو اقدس رو بیار اینجا. تا دیر نشده من باید اونو ببینم. ولی آخه من نمیتونم شما رو تنها بذارم. نگران من نباش. هر چی میگم گوش کن. شما مثل که حالتون خوب نیست. من الان میرم به دکتر میارم. نه احمد اقدس رو خبر کن. آی اینقدر لج نکن. اگه منو دوست داری اونو بیارش اینجا. عجله کن. خیلی خوب. آی زود برمیگرد. آی خانم احمد اومده. پایین منتظره. بگو من نمیتونم ببینمش. به صلاح هر دومونه که همدیگر رو نبینیم. من براش آرزوی موفقیت میکنم. برو دیگه. نه صبر کن. بهش بگو اگه میتونه گناه منو ببخشه. من این هفته میرم مسافرت. وقتی برگشتم حتما بهش سر میزنم. Thank you.
طلایه خانم، نمیخواستم به شما دروغ بگم. بهتر بود از اول حقیقت رو بهتون میگفتم. اقلص دیگه اینجا نمیاد، همش شوخی بود، چون اون دیگه اقلص نیست، شیلاست. اقلص من مرد. حالا میفهم که زندگی فقط یه شوخی. اما شما ناراحت نشو، چون تاریخ تلیخون جواب بده، چرا جواب منو نمیدی؟ چرا منو تنها گذاشتی؟ تو تنها کس من بود، حرف بزن طلای خانوم. احمد خوب شد که اومدی، الان شیلا خانم تلفن زد تو رو میخواست، فکر کردم خونه باشی، رفت اونجا. بلند شو بریم. هر وقت از این قرصای لعنتی بهش میدادم انگار زهر بهش میدادم، همچین ناله میکرد که جیگرم کباب میشد. حالا چی کار میخوای بکنی؟ میخوام خداحافظی کنم این شرکت برم. کجا بری بهتر از اینجا؟ ما تازه داشتیم بهت عادت میکردیم، دلمون برات تنگ میشه. خب دیگه موفق باشی. رفته دیگه چه مرگه؟ من از عاقبتش میترسم. چی رو دکتر باید بترسد که قرصای سمیره داده به طلایه؟ بالاخره ما هم شریک جرم محسوب میشیم مغنی. بی سواد، تو شریک جرم هستی، تو شریک زمینایی. اگه جسد طلایه رو کار با چکافی کنن هممون گیر میافتیم. من ختمشم گذاشتم. باز کنین. میدونم دوست داشتم. قرصای من نبود که هنوزم گیر طلایه بودی. الان سلام. الان زنده. نه جامه چنه؟ احمد، جدن دلمون برای تنگ شده بود، همه از من سراغ تو رو میگیرم. خب بگو ببینم احمد، تو چند روز کجایی؟ خبر مرگ اون زنه رو شنیدم، خیلی متاسف شدم. اون نمرد، اونو کشتنش. ای داد بیداد، شنفتین میگه اونو کشتن؟ کدوم بیشرفی اونو کشتن؟ اونو کشتن؟ کی کشتن؟ شما با این قرصا، چون اون حاضر نشد خونش رو بفروچه از سر را ورش داشین تا به مقصودتون برسین، اما کور خوندین. خانم طلایه خونش رو به اسم من کرده و من تا زنده ام اونو برای خودم حفظ میکنم.
بچه جون آروم بگیر. چرا انقدر آتیش تنده؟ آروم باش پسر، تو خسته ای، برو یه چند روز مرخصی تا حالت جا بیاد. اونا قرصای مسکنه، نمیتونه به کسی صدمه برسونه. درسته که من چند سال تبابتو گذاشتم کنار، ولی قرص مسکنو از سمی تشخیص میدم. پس اگه اینطوره همین الان یکی دوتاشو برو بالا. پسر هیچ کس جرأت نداره با من اینطور حرف بزنه. طرف دیوانه شده. نه بابا هزیان میگن. احمد عصبانی نشو، تو که دیگه نمیتونی مرده رو زنده کنی. نه، اما شما خوب بلدین زنده رو مرده کنین. عجب پر روه، یه کارمند قد وقیح میشه. تو داری با این کارت پشت پا به خوشبختیت میزنی. یه خونه خرابه چه ارزشی داره، در صورتی که تو میتونی با اون پول در شرکت ما سهیم بشی. به جزای اعمالتون میرسید، رسواتون میکنم. میبینید شنیدین چی گو؟ زنه قبل از مرگش همه دارایشو به اون بخشیده. چرا؟ خوشگله، یه فرت خوب، یه پاپوش که از شرش خلاص بشین. من چون احمد از وصیت نامه زن خبر داشته، واسه اینکه زودتر به مال منال زن برسه، نقشه میکشه اونو بکشه و قرصای مسکن با قرصای سمی عوض میکنه و به خورد طلایه هم میده. این نقشه چنگی بگر نمیزنه. بابام جان پس یه فکری بکنی تا تا دیر نشده بگم اسمین و بچه ها برن کارشو یه سر کنن. موافقین؟ من که مخالفم. با خودش مبره، خودش میدوزه، خودشم پاره میکنه. الان ترتیبشو میدم. بفرستمش لا دست طلایه. چطوره؟ بله بله بله، الان همین. Thank you.
بریم بچه ها. چیکار داشتن؟ چیزی نیست. دوستای عمو جونت اومده بودن دیدنم. احمد من خیلی متاسفم. خبر مرگ خانم طلایه رو امروز شنیدم. به شرکت تلفن زدم که بهت تسلیت بگم نبودی. فکر کردم حتما خونه هستی. ببین احمد، تو رو خدا زیاد خودتو ناراحت نکن. مرگ برا همه هست. اما اون نمرد. کشتنش. چی؟ کشتنش؟ کی اونو کشت؟ عمو جونه با اون قرصای لعنتی که واسه خانم طلایه آوردی. خدایا اونا سم می بودن. چی؟ حالا باید چی کار کنی؟ نمیدونم. فقط اینو میدونم که خانم طلایه دیگه زنده نمیشه. احمد تو همینجا باش تا من برگردم. من دیگه اینجا نمیمونم. من دیگه یه دقیقه هم نمیتونم توی خونه بمونم. پس خواهش میکنم هر جا میری به من تلفن کن. خب قول میدی؟ فعلا خداحافظ. فهمیدم این من بودم که قرصه رو واسه طلایه فرستادم. من این کارو به تحریک شما کردم. حالا که در گندش بالا میاد دکتر میخواد جواب بزنه. آیان دیگه از این حرفا گذشته. این آشه که هممون با هم پخته ایم. ساکت ساکت. انگار یه نفر دارد میاد. خودمونو بزنیم به کوچه علی چپ. شیلا به من تلفنی خبر دادن که تو رفته بودی پیش احمد. تو هیچ وقت به من نگفتی طلایه را از کجا میشناسی. اصلا هیچ معلوم هست که تو چی کار میکنی؟ رفته بودی تو اون خونه چه غلطی بکنی؟ مگه قرار نبود تو بری مسافرت؟ پس چرا نرفتی؟ میخواستم برم اما مجبور شدم بمونم. چی مجبورت کرد بمونی؟ مرگ طلایه. زندش برای اون مکافات بود. حالا هم که مرده هنوزم گرفتارشین. گرفتارشین؟ اون نمرد. اونو کشتی. شیرا تو به چه جرأت یه همچی تهمتی به ما میزنی؟ قرصایی که به من دادی سم بود. کشتینش که از شرش خلاص شین. حالا جور پدر ما آدم نباید به عموی خودش تهمت بزنه. این مزخرفات چیه میگی؟ ما چه علتی برای کشتن خانم طلایه داشتیم؟ علتش واضحه. خونش. چرا این کارو کردین؟ اون زن مهربونی بود. زن بیازاری بود. آخه چرا؟ چرا؟
حتما اون پسره احمق خانم طلایه رو مسموم کرده، چون شنیدم زنه تمام داراییش به نام اون کرده بود. دروغه؟ این دروغ محضه. احمد خانم طلایه رو از خودش بیشتر دوست داشت. شما مسئول مرگ اون هستین. حالا هم آدماتون رو فرستادین احمد رو از سر راتون وردارین تا خونه رو با خاک یکسان کنین. موفق باشین. شیلا، شیلا کجا داری میری؟ صبر کن. شما آره چی آمد حرف بزنیم؟ من نمیخوام. آره شما به میون کشیده میشه. آدم های عمود به من چاقو زدن، اونا دنبال منم میخوام منو بخوشم. من مجبورم جریان رو به پلیس بدیم. احمد منم با تو هم عقیده هستم. تو الان کجایی؟ حالت خوبه؟ آره پشت پارک یوسف آبادم. من الان میام پیشت، دیگه تنهات نمیذارم تا کسی به صدمه بزنه. پس عجله کنی. احمد بود، شیرا رفت به دیدنش، یه جایی منتظرشه. الان باید ترتیبشو بدم. وای وای کار داره بیخ پیدا میکنه. ناراحت نشه، این ما که کاری نکرده دیگه، کار از این بدتر. یا جفشش بچه ها، شیرا رفت سراغ احمد، اون پشت پارک یوسف آباد منتظره، مهلتش ندین. Thank you.
راستا بالا برگردین. من فقط میخواستم به تو کمک کنم احمد. ما هنوزم همدیگه رو دوست داریم مگه نه؟ بگو، خواهش میکنم بگو که منو دوست داری. خانومش هیچ وقت اتاق منو ندیدی. بیا یه تصویر قشنگ ازت تو اتاقم دارم. بیا